میسوزونی آخه آتیش، هرچی که میخوام و داریش، دلبری نکن واسه ما دیگه برو تو قیافه، یا عالم چشم بادم چی داری تا آخه قشنگ بلدی بکنی کار تو دارم آره آمار تو سفارش دادی یه پایی برم بابا ایمان بیاییم ببینیم این خانوم یه آهنگ فرستاده خیلی باحال. بعدنم میگه که چرا آهنگ منو نذاشتی؟ گفته بوده دعوامم کرده، تازه دعوام میکنه، خیلی باحاله، فالوئرهای بامزه. خب بیاییم ببینیم که لایو و بچه ها رو اینکم بردارم، مثلا بیا اینکم بردارم ببینیم، ولی خب اینکم بردارم خط داره چیز میبینم. شب شهادت چیه؟ کیه؟ چیه؟ بدون اینک باشم یکم باشه. خوب اگه عکساتون رو گذاشتید، خوبه عکساتون رو بذارید، چیز رو بذارید. این لباس هم فوزیه داده گفته من دوست دارم اینو بپوشی، گفتم باشه، وگرنه زیاد خوبه دیگه، یکی دو بار میپوشم بعد میگم فوزیه بیا. اینم عکس منو نگاه کن ببین، خب همه تو خوشگل. خب بذاریم ببینیم که بچه‌هایی که میخوام بیام بالا، از اول از بچه‌های گروه به به شقایقی که همه میشناسیم بیاد ببینیم. شقایق انقدر بحث جالبی رو مطرح میکنه، صحبت کردنش هم انقدر جالبه، خیلی لذت میبرم. سلام زیبای جان، شب شما بخیر. شبتون بخیر. به به اینقدر خوشم میاد با تو صحبت کردن، عزت میبرم. خب سلام عرض کنم برای خدمت همه دوستانی که توی این لایو هستن و من در خدمت. یه کوچولو بیا بالاتر، یه کوچولو آره بیشتر تو رو ببینیم. آره خب شقایق، من الان که داشتم این لایو رو می‌خواستم بذارم، گفتم که بچه‌های گروهمون اولویت دارن به این مسئله، به اینکه تو این لایو بیان. بحث‌های جالبی که مطرح می‌کنم، بذارید من بچه‌های اون بحثی که دیشب مطرح کرده بودی خیلی جالب بود. من البته اونو به صورت یه نظرات خودم رو به صورت کلیپ کردم، ولی خب بهتر از زبان تو، چون نمیتونستم تایپ به صورت کلیپ حرفای تو رو بذارم. درسته. خواستم بگم بحث مهمیه. خب اینم بچه هایی که میخوام بیان تو تلگرام ما یا تو گروه ما. آخه گفتن خوشگل خانم اومدن. آره من خیلی تو رو دوست دارم. خب
زیبا جان، یه چند وقتی است، شاید مثلا از زمانی که کرونا شروع شد و بعد مدرسه ها تعطیل شد و پسر من از من اجازه خواست که بره روزی مثلا یکی دو ساعت با بچه های همسایه بازی بکنه، چون دیگه دوستاش از دست داده بود، کم کم و کم کم یک اتفاقی براش افتاد. ما خانواده متعصبی نیستیم و هرگز مرزای جنسی پسرت هم بگو هامون سالشه امسال کلاس چهارمه و بعد کم کم دیدم که به بعضی از چیزا داره واکنش نشون میده، اگرچه که ما هیچ وقت مرزای جنسیتی نداشتیم. حرفاش اول از اینجا شروع شد که ای دخترها اینطورن، پسرها اونطورن، دخترها ضعیفن، پسرها قوین، و بعد نسبت به بعضی از چیزا حساسیت نشون میده و خوشش نمیاد. اگر رژ پررنگ بزنم برم خیابون میگه پاک بکن، اگر که مثلا گفتم اتفاقا دیشب داشتم به سارا میگفتم سوپر محل ما 17 سالشه، خیلی توپل بود، من یه روز دیدم که چقدر لاغر شده، گفتم چقدر خوب شدی شما، فکر کنم 10 کیلویی کم کردی وزنتو. گفت من 17 کیلو وزن کم کردم. گفتم خیلی خوب شدی، نه همینجور صحبت داشتیم میکردیم. بعد یه هامون دیدم ترش کرده، گفتم اما بستنی تو بردار. گفت اصلا نمیخوام. گفتم حالا بردار. خب اینا با اکراه برداشت اومدیم بیرون و توی راه یهو سکوت کرد، یهو به من گفتش که تو فقط حق داری با بابام اینجوری حرف بزنی. گفتم یعنی چطوری حرف بزنم؟ گفت فقط حق داری اینجوری صمیمی با بابام حرف بزنی یا لبخند بزنی. هم خوشش نمیاد اگر که مثلا توی تلگرام ببینه من مثلا با دوستانی که آقا هستن صحبت میکنم، چندان خوشش نمیاد. و من فکر کردم که شاید الان به نظر با مزه بیاد از دور که مثلا دمشقم پسر اینجوری، بعضی ها میگن ایول پسر هوای مامانشو داره، ولی ترس من این بود که اینا بخواد موندگار بشه توی ذهنش و تشدید بشه و وای به حال اون کسی بشه که در آینده باهاش بخواد رابطه برقرار کنه، وارد زندگیش بشه و اینا خوب نیستن. آره یکی از بچه ها الان چشمم کرد به یه دوباره میسته صدا میپیچه وقتی صحبت. آره صدا میپیچه. میخوایی هنسفری بزنم؟ هنسفری فکر نکنم دم دستم باشه. صدای من میپیچه؟ صدای تو وقتی که هست نمیپیچه. آره الان خوبه، الان خوبه، الان خوبه. آره یه سری از بچه ها کامنت دادن غلط کرده، یکی گفت که بیخود کرده یه سری چیزا. خب من یه سری صحبت های دیروز کردم، برداشت تو اگه میخوای در رابطه با اون صحبت ها مطرح کنم. صحبت های دیروز شما خیلی خوب بود. من وقتی مسئله رو مطرح کردم توی گروه، بچه ها هر کدوم از جنبه های مختلف راجبش حرف زدن، حرفای هر کدومشون جالب بود شنیدنش برای من و بعضا یه بخشی از حقیقت توشون بود که باعث شد من بهش فکر کنم. ولی حرف شما خیلی خیلی حرف درستی بود و منو به فکر فرو برد و منو علی راجبش خیلی حرف زدیم دیشب با هم دیگه. این که عوض این که من بیام، حتی علی گفت این نقد به تو وارده، تو همیشه میگی وارد حریم شخصی من نشو، تو حق نداری در مورد من نظر بدی، عوضش بیا و ازش سوال کن که چرا و چی آزار میده تو رو و چی تو رو رنج میده اگر که من به کسی لبخند بزنم. و اگه این بچه حس ناامنی میکنه و فکر میکنه، چون مثلا دوست صمیمیش خب پدر و مادرش جدا شدن از هم دیگه، یا من نمیدونم که با چی مواجه شده و هنوز گذاشتم در اولین موقعیت اینطوری باش حرف بزنم، اگرچه که الان خودش داره میشنوه حرفای منو. آره داره میشنوه. کجاست؟ داره با لوسی بازی میکنه اون طرف. بهش بگو اگه نظری داره بیاد مطرح کنه. هامون شنید دیزی با چی گفتن؟ نظری داری بخوای بدی؟ ترجیح میده نشنیده بگیر الان فکر کنم جواب نداد به هم. ولی کلن
این آره این نقد به من وارده، من همیشه از این زاویه برخورد کردم. اوایلش میگفتم که مامون جان مرسی گفتی، من چنیدم دیگه مامان، بعد سعی میکردم خیلی توضیح که مادر هر کسی برای خودش یه حقی داره، برای آزادی دیگران احترام قائل شیم، و وقتی که خیلی تکرار شد واقعا ناراحت میشدم و چندین و چند بار بهش گفتم تو اجازه نداری برای من تعیین تکلیف بکنی و تو حق نداری به من بگی که چه بکن. همسر من که علی باشه و پدر شما باشه، چه بعد از ازدواج چه قبل از ازدواج، هرگز برای من هیچ چیزی رو تعیین نکرد، هرگز. دوستای ما همیشه مشترک بودن، راجع به همه چی حرف زدیم، گوشی همون هیچ وقت رمز نداشته، دوستامون رو به هم معرفی کردیم، ما خیلی دوستانه با هم بودیم و هستیم. و ولی الان بله شما گفتید که ازش سوال کنم که چی باعث میشه که احساس ناامنی بکنه یا آزارش میده و سعی بکنه که در مورد اون حرف بزنه و بعد قدم بعدی رو بردارم، یا اگر که اون حسی که داره حس مثلا از حسادتش میاد یا از چیز دیگه ای، هر چیزی که توی فکرشه، باید اول بروز بده تا ما بدونیم که بعد در موردش بشه کاری کرد، یا هر ترفند دیگه ای، هر تمهید دیگه ای به عبارتی. و من با جون و دل پذیرفتم چون نظر درستی بود. آره من اینو خواستم که تو بیای از توی این لایو هم مطرح کنی، چون موضوع خیلی کساست. و اینکه خب شما بدون اگر دقت کنی، اروپا به عنوان یک کشوری که دموکراسی رو مطرح میکنه، یا توی آمریکا و اینها، یه آلترناتیوی که در مقابل این مسئله سیستم مردسالاری و اینجور مسائلی که به هر حال تو جامعه ما هست مطرح کرده، یک سیستم مثلا دموکراسی و برجسته کردن اون حریم خصوصیه. این حریم خصوصی که من واقعا معتقدم به قدری این عنوان این مسئله مطرح شده که همه رو به نوعی به یه تنهایی کشونده، ایزوله کرده. و من توی مدت 23-24 ساله‌ای که اینجا بودم، واقعا متوجه شدم، دیدم که حتی حالا به غیر از حالا روابط خودم که میامدن آلمانیایی که باهاشون من رابطه برقرار میکردم و دوست میشدیم با هم دیگه، اینها مثلا یه اعتمادی پیدا میکردم، گفتم تو چقدر توی این زمینه ما رو تحت تاثیر مثبت قرار دادی، ولی واقعا همیشه تنها بودم، چرا میترسیدم. بعد این حریم خصوصی مطرح کردن به مرور باعث جدایی میشه و باعث میشه که تو مطرح میکنی میگی که خب و بعد خب این اجازه نمیدم تو هیتر این رابطه حرف بزنی، اجازه نمیدم تو این رابطه وارد بشی، اجازه نمیدم. خب این مسئله میکشه به جایی که اونم همین حریم رو برای خودش درست میکنه، فردا به نظامی که تو اجازه ندادی اونم اجازه نمیده، و این بیشتر باعث جدایی میشه، در حالی که ما میخواییم این افراد رو به هم نزدیک کنیم، خب به خصوص کسانی که هم به هم دیگه علاقه دارن. خب این مسئله چجوریه؟ این هستش که این عنوان دو تا من استوری رو مطرح کردم و گفتم یکی این که اصلا بدونیم حریم خصوصی در واقع وجود نداره، حریم خصوصی دایره ای از حریم در بطن دایره بزرگتر حریم عمومیه، خب و این همیشه در هم میرن میان، و ما وقتی به این درک از این فلکسیبل بودن، از این فلوید بودن و از این مسئله بدونیم، این خودمونم اینجور مرزهای شدید رو نمیکشیم که خودمون دست خودمون ببندیم اینو، بلکه سعی میکنیم که همیشه این مرزها رو بازتر کنیم و باعث بشیم که روابط نشاط بیشتری پیدا کنه. نمونه شما نگاه کنید به جای آدم ها رسیدن، مگه غریبه 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 غریبه، در حالی که ما هممون غریبه هستیم برای هم دیگه در وهله اول، ولی غریبه آشنایی. و چقدر الان بچه ها تو همین گروه ما وقتی اصلا با همدیگه اولین بار آشنا میرن، همدیگه رو میبینن، انگار سالهاست همدیگه رو میشناسن. همینطوره. خب این بچه ها این راحتی که دارن به خاطر اینکه این فضاها باز شده،
پس ما میتونیم همین غریبه ها رو هم، یا مثلا خیلی تعجب میکنن خب چطور خیلی راحت در کنت رو باز میذاریم، خب باز بذارم، بذار هر چیزی که میخواد اتفاقی بخواد بیفته بیفته، ولی ماها نشون بدیم که انقدر مرزهامون برای این ارتباط با هم دیگه سنگین نیست. حالا این مسئله رو میاریم در رابطه با تو با فرزندت. وقتی این تفکر آدم داره دیگه بهش نمیگه که به تو مربوط نیست، یه استوری دیگه دارم، میگه اتفاقا چقدر خوبه که سوال میکنی، چقدر خوبه، پس حتما برات اینترسه داره، علاقه داری، خب اون علاقه چیه؟ خب وقتی همچین مسئله مطرح میشه بعد اون احساس شخصیت میکنه، احساس برابری باهات میکنه. و بعد من دفعه پیش یادم تو مشاوره‌ای که با هم داشتیم بهت گفتم که اصلا این که اسمها رو با هم دیگه صدا کردن و این که این خانوم، مثلا شما ببین الان به من خانم زیبا بگی خیلی تفاوت داره با این که زیبا بگی. بله به من که منتقل میکنه خیلی متفاوته، خیلی متفاوته. من امروز با سارا صحبت کردم، با سارا خانم رضایی، خب بهش گفتم ببین تو این مسئله رو اصلا تو پروفایلت هم عوض کن، چون بلد نیست خیلی از اینا رو. بله. گفتم این ردی اینو البته گفت من اصلا میخوام به من سارا بگم. خب وقتی که سارا میگن این استاتوس این فرد، موقعیت این فرد کاملا فرق میکنه با اونی که شما یه فرد رو میذارید در یه موقعیت خانوم خانوم، یه مادر بزرگ میکنیدش و بعدش هم یه احترام کاذب بهش میدید و بعد بعد میگی به خاطر سنش، به خاطر موی سفیدش، به خاطر موقعیتش چیزی نگید. در واقع سیستم سیکل معیوبه. ولی من خوشم میاد که دقیقا حتی کسانی که میان به راحتی به من ناسزا میگن احساس سنیت نمی کنن، احساس جنسیت نمی کنن، احساس فاصله ای نمی کنن، احساس نمی کنن که حتی این، و این یکی از در واقع دیدن اون پیچش موه، نه مو. و من در خورده اینا میگم خب من خیلی رفتم جلو به خاطر اینکه این افراد چقدر راحت تر شدن. حالا این مسئله دقیقا در رابطه با این القابم هست و اینکه ما مثلا هامون اون مثلا بگه شقایق یا فلان و این باعث میشه که فضا رو خیلی صمیمی‌تر حس کنه، راحت‌تر. این یه نکته است. دوم اینکه وقتی شما میگی هیچ وقت این مسئله رو تکرار نمی‌کنی که به تو مربوط نیست یا حریم خصوصی من، بعد اصلا میگی من با عاشقانه اجازه میدم که تو حریم من بیای، بیه روابط من بیای، میخوای هر چیزی رو ببینی بیا سوال کن، این فضا باعث میشه متقابلا تو هم اونو بگی، اون مثلا رو در واقع اونم بگه که مامان من یه همچین چیزی دیدم، یا شقایق من، حالا وهله اول مامان، بعد از مرحله بعد میگه که شقایق، و بعد فاصله ها یه فاصله خیلی قوی فراسنیتی، فراجنسیتی، فرا اون روابطی میشه که مناسبات به ما القا کردن. از اون طرف در رابطه با این مسئله این که وقتی میگم مربوطه، خب یه چیزی اینو آزار داده، حالا یا این که آره، یا این که میخواد یه غرور نشون بده که منیتی رو میخواد نشون بده که این منیت هم کاذبه، چون توی این بازیایی که با بچه‌ها میکنن پسرها اینن دخترها اینن، خب چه پسری الان رابطه با دختر رو نگاه کن یا دوستی رو ایجاد کن. ما همین مسئله رو من در رابطه با پسر مریم، اون پسر کوچیک لوکاس، پسر آفرین داشت و حتی دیروز به من زنگ زده بود میگفتش که حالا جالبه، من ویساشو میخوام تو کانال بذارم، وادارش کرده که مادرشو وادار کرده که منو بلاک کنه. اوه آره. و این اتفاقا جالبیش اینه، این حرفو که من شنیدم متوجه شدم که دقیقا تأثیر متوجه شده که من براش نه خالم نه کسی هم که چیزه، یه رابطه برابری هستم که حرفامو زدم، برخوردامو کردم و این الان تمام خودیت و خودشو داره نشون میده. خیلی جالبه. و توی این رابطه
بعد میگفت مامانش میگفتش که این فقط با مرداست و با زنها یک جبهه‌ای داره، دقیقا متأثر از همون چیزی که ما مردا میتونیم، زنها اینجوری هم فلان. این مسئله وقتی اینو دقیقا برید تو این رابطه، باید ما راه حل براش پیدا کنیم. و راه حلش چیه؟ دیده شدن رابطه های خوبی که میتونه با افرادی رو برقرار کنه، روابطی که احساس بکنه اه من چرا دیگه بس فکر میکنه اون بچه ها اینجوری بزرگ شدن که اگر خواستن با یه دختری هم آشنا بشن موقعیه که یا دوست دخترته یا زنته. تو اون قالبا میرن، ولی توی یه رابطه دوستی که همون بچه ها باهاش برقرار کن، خب ما در مقابل این فرهنگ جامعه ما باید یه آلترناتیو دیگر رو بذاریم و ایجاد بکنیم. مشارکت دادن این بچه در محیط های خوب، آشنا کردن با افرادی که باید ببینه توانایی های زنها خارج از اون چیزیه که اون فکر میکنه، و بعد هم که خب وقتی که نگاه میکنه در رابطه با این مسئله، خب مثلا خندیدی و میبینه خودش هم میخنده تو این رابطه با یه زنی صحبت میکنه، بعد میگه خب چطور شد تو با زیبا داری صحبت میکنی میخندی؟ متوجهم. منی که دارم با فلان اینا رو، چون تو اون روابط رفته توی فیکس خودش رو توی مناسباتی برده، و این مسئله صرفا با گفتار نمیشه، بلکه این رو بایستی ما توی محیط و روابط رو بیاریم که این عملا ببینه که اونها این چیز. و این نکته خیلی جالب بود و من خواستم که حتما مطرح کنم. ببین یکی هم الان یه نفر نوشت مثلا بچه فضول، اصلا از این کلمه نباید استفاده کنیم که تو فضولی فضولی، اصلا از این که طرف کنجکاوی نشون میده، نظر میده، وهله اول باید بگه من از نظر دادن تو، از مسئله تو، از هر چیز تو استقبال میکنم، منتها ما سر این حرف میزنیم. من به خاطر اینکه تو پسر من هستی یا هامون هستی یا تو رو دوست دارم قرار نیست گوش بدم، ولی اگر حرفت منطقی باشه 100% گوش میدم. درسته. زیبا من یه نکته ای رو به شما بگم. چیزی که باعث شد که من این قضیه بر من ناراحت کننده بشه صرفا نظر دادن هامون نیست. یکی از چیزایی که هامون رو مثلا گاهی وقتا حتی مثلا میگه که ای بابا چقدر شما با هم دیگه صحبت میکنین، مثلا من و علی راجب همه چی خیلی خیلی زیاد با هم حرف میزنیم، خیلی زیاد راجب اتفاقایی که توی اینترنت میفته، راجب گفتگوهایی که مثلا من توی اینترنت با آدما کردم، راجب چیزایی که حالا تو گروه یه وقتی پیش میاد، راجب همه چی کلا هر چیزی که پیش بیاد. و صرف نظر دادنش نبود که یه ذره بر من آزاردهنده بود، این که انتظار داشت. آره یه ذره اون چیزای فمینیستی هم توی ذهن من اعتراف میکنم هست دیگه، یه جوری یه همچین گاردی من دارم ناخودآگاه، این که مثلا بیان به من بگن حالا تو زنی مثلا این شکلی باش، ولی کاملا حرفای شما رو میپذیرم، برخورد من برخورد درستی وقتی که بهش فکر میکنم میبینم نبوده، و امیدوارم که هامون شروع به صحبت بکنه، بگه که چی آزارش میده و افکارش رو از هم مهمتر بیان کنه. طوری هست که گاهی وقتا کارتون داره میبینه، اگر دوتا شخصیت کارتون همدیگر رو ببوسن خاموش میکنه تلویزیونو، وقتی اسم عاشق شدن میاد متغیر میشه گاهی وقتا. من مثلا بهش میگم هامون عشق چیز قشنگیه، یا دو نفر که همدیگر رو دوست دارن خب چیز عجیب غریبی نیست. یه کوچولو بعضی چیزای اینجوری جدیدن پیدا کرده. خب حالا البته من دوست دارم که حیطه‌های مختلف رو تجربه بکنه، حتی افکار مختلف رو، ولی امیدوارم که شروع بکنه به اینکه راجبشون حرف بزنه، و من پیشنهاد شما رو کاملا میپذیرم. در مورد دنیا و حریم شخصی کاملا درست گفتید. بستن مرزهای ما باعث شده که دنیا تبدیل بشه به مجمع الجزایر تنهایی. آره هر روز بیش از پیش اینطور میشه، آدم ها کنار هم دیگه تنهایی هاشون رو فقط به اشتراک میذارن و همه مرزهای خودشون رو بستن، و امیدوارم روزی دنیا
جای زیباتر و دوستانه تری بشه. مرسی ازت شقایق، خیلی قشنگم صحبت کردی و دیگه اگه صحبتی نداری من کس دیگر رو بیارم بالا. ممنونم از زیبا جان، شب خوبی داشته باشی تا همینطور همه دوستان، شب بخیر. خیلی جالب بود، دلم خواست که این صحبت ها رو انجام بدیم. خب حسن چیزم بیاد، حسن رستمی هم مثل که یه درخواست مشاوره داره، اونم از بچه های گروه همونه بیاد. از وقت خب بذارید هر کسی هم که چرت و پرت هم میخواد بگه بگه، اب نداره، نایی که میگم بیام. از بچه ها از منم خیلی پیجای فیک زیاد درست کردن، ولی من دنبالشون نیستم که به قول معروف برم دنبالشون. شما باید خودتون به این قدرت برسید که بتونید تشخیص بدید که کی چی هست، چه اصلا تمیز بدید که به قول معروف فیک و واقعی رو تشخیص بدید. من دیگه چیز نمی کنم این که بیام هی بیام بگم که این فیک این فلان. خب ارغوان، خب ارغوان رو بیاریم ببینیم که چه صحبتی میخواد بکن. هابون 9 سالشه. سلام بفرما. خوبی؟ آره خوبم. من ترنم آره. ببین به مامانت بگو که بخوام خودم حرف بزن. باش آفر. بذار حتی اگر با تو هم هستی خب دارم دیدم. بذار اول ترنم صحبت کنه. ترنم بگو، اگرم مکس کردی هیچ اشکالی نداره. اسم مامانت چی بود؟ یادم رفت. ارغوان. ارغوان بود؟ آه تو ترنم بودی. خب ارغوانی چی نگو، بذار خود ترنم قشن حرفشو بزن. باشه باشه. میخوای یه دقیقه بیا جلو ببینن دیگه، دفعه پیش که اومدی و آوردم اکبارم حسن حسینی نمیدونم چیسی. خب سلام. آره سلام. دفعه چی؟ چقدر لباستون شیکه. با رژ سفید شده. آره همه چی سفید شده، با بنفش با دامنم. هران نظری تو چیه؟ لباسم خوشت من. این قشنگ بنفش، من اصلا رنگ بنفش دوست دارم. اصلا کل لباس من بنفشه. آه ما خیلی خوب خوبه. خب حالا سوالتو بگو ترنم خوشگل. اگه کم گذاشت اسم این چی بود؟ یادم رفته. تیارا. تیارام؟ تیارام؟ نام سته. تیارا. تیارا. تیارا میخوای اول تو صحبت تیارا تو میخوای اول صحبت کنی؟ آره. خب تو اول صحبت کن، بعد ترنم اجازه میدی تیارا صحبت کنه اول؟ بله. خب تیارا تو صحبت تو بکن، بعد ترنم خواست صحبت کنه دیگه وسط صحبتش نبر. بگو حالا ترنم. آها میخوای آواز بخونی؟ بخون. میگه دوست دارم. چی؟ من نشنیدم، یه بار دیگه بگو ببینم. منو دوستم داری. وای 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 مرسی مرسی. یه روز بیا با هم برقصیم. بعده. باشه خیلی خوب. حالا ترنم بیاد. ترنم سوالتو بکن. یا فقط اگه اشکالم نداره ها، سوالم نداشته باشی اشکال نداره. شما اول سوال کن. من سوال کنم. خب چند سالته؟ 7 سالمه. 7 سالی. مدرسه که کلاس اول رفتی؟ دو. یا میخوایی بری؟ کلاس دو.
کلاس دوم. خیلی خوب، کدوم شهر هستی؟ تهران. تهران. خیلی. علاقه های تو چیه؟ به چه ورزشی علاقه داری؟ به چه کاری؟ به مامانت نگاه، به ارغوان نگاه نکن، به ارغوان نگاه نکن، به من نگاه کن. آف. زبان انگلیسی. زبان انگلیسی. یک چند کلمه برای ما انگلیسی صحبت میکنی؟ ماما I love you. مرسی. I love you too. I love you too. Hello. How are you today? How are you today? Okay. I love you so much. So much. Oh. مرسی. ممنون. خیلی خوب. You too. خب بذار ببینم که میخوای بیای تو گروه ما یه بار با هم دیگه صحبت بکنیم یا از واتساپ صحبت کنیم؟ بله. خیلی خب، پس برای امروزمون بس باشه. ما یک قراری ارغوان بعدن تلگرام منو بنویس، از واتساپ بیاد ترنم خودش با خط خودش بنویس، با خط خودش که یعنی خودت تایپ کنی. آها. بنویس بس. یعنی انگلیسی؟ نه فارسی. یک فارسی انگلیسی بنویس. ترنم هستم من با تو صحبت میکنم. من زنگ. بعد بنویس کال می زیبا. یس. اوکی بای بای. ترنم ارغوان مرسی، ممنون. اگر دوست داشتی بیا تو گروه ما. داری تو نیستی تو گروه ما نه؟ بیا تو دوره همیای ما. حتما. کجای تهرانی؟ ارغوان؟ ارغوان کجای تهران؟ مجیدیه شمالی. مجیدیه شمالی. خیلی خوب. مرسی. مرسی. بای بای. این تیارا. تیارا. من تیارا دیگه. درسته دیگه. بله. بای بای. بای بای. بگو بای بای. بای بای. بای. ترانم. بای. بدرود ارغوان. بای بای. مرسی 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 مرسی. او خب خوب بود اومدید بچه ها. خیلی دوست دارم که بیان، خوشم میاد. خب این دوستمون که میگفتش که من میخوام یه از بچه های گروه همونم هست. خب خب حسن میخوای صحبت داری بیا بکن ببینیم. حسن رستمی گفت موس چیز دارم. من و ژیلا هم تو رو دوست دارم. خب بفرم. سلام. بفرم. سلام سه. این نمیداره که من حرف بزنم. کیه؟ سلام زیبا جان. سلام کردم دیگه. زیبا جان سلام. سلام. حالا 80 بار سلام میکنم. بگو دیگه مشاورت رو بگو. بابا یک پشخطی داشتم. یه پشخطی دارم صدات ندارم. یه زنگ زد پشخطی داشتم. صدات اصلا ندارم. خب حالا میخوای به برو. هر وقت مسئله تو بیا تو گروه مطرح کن. صدات خیلی ضعیفه زیبا جان، ببخشید. مگه دوباره بیاریم بالا؟ خستم کردی. این آغسته میکنی، خیلی ده بار سلام میکنی، بعد مشاورت رو بیا توی گروه و چیز مطرح کن. خسته کننده میشی. به وقتی نتت ضعیفه هی نگو منو بیار بالا دیگه. خب ببینیم که چیه کسای دیگه. خب اولا که یه سری سوال های شما رو هم جواب بدم قبل از اینکه کسی بیاره بالا. 2000 بار سلام. راست میگه ای میانی اینجا من اولی سلام. 2000 بار سلام. سوال ها رو ببینیم بچه ها. برای پوست چی میزنی؟
من برای پوستم چیز خاصی رو نمیزنم وقتی از دوش میام بیرون، هر کرمی باشه یکم میزنم. و اصلی ترین مسئله برای پوست من راز نداری، بارها اینو گفتم، شما هر چقدر در درون خودتون، هر چی که در درون خودتون هست سرکوب کردید، این سرکوباتون بهتر بشه، شعاع اون حاله درونی شما خودش رو بیشتر نشون. در این رابطه هم یک کلیپی دارم، اگر دوست دارید بیایید براتون بدم. خب آذین نوایی، خب بله من حوصله بعضی رو ندارم، کسی که خستم بکنه حوصله رو ندارم. قرار نیست که من اینجا تو لایف تحمل کنم هر چیزی رو که شما میگی، قرار نیست تحمل کنم. هر وقت شما از این لایو من خسته شدی شما برید بیرون. خب بذارید ببینم که من یکی از بچه ها رو میخوام بیارم، اونم بیارم. خب این شقایق بیاد ببینیم. زیبا جان تنهایی اذیتت نمیکنه؟ انقدر من تنهاییمو دوست دارم. در ضمن برنامه ها خوبی قربونت، من شقایقم، یه بار برات خوندم ها. میخوای دوباره بخونم؟ الان آخه صدام گرفته، من کرونا گرفتم یه ذره صدام ناجور شده. شوهرم هم دوست داره. بیا اینجا، بیا اینجا شوهرت هم بیا جلو ببینیم. خیلی دوست داره. کم که بعد بچه شوهرت هم خوشگله. آره واقعا خیلی خوب. زیبا جان منم اسفندیایی هم مثل خودت. اسفندیا نابا رو انتخاب میکنن. شقایق یا کدوم شهری؟ تهران؟ تهرانیم. آره تهران. کجای تهران؟ سمت پونک. خیلی خوب، بیایید تو دوره همی های بچه ها، بیا توی گروه ما هم بیایید. خب الان یه بار گفت من تلگرام نداشتم فداتم. آره سی میتونی چیز کنی سیف اینو اسکرین بگیریم دانلود کنم بیام خدمتتون، در خدمت باشم. باشه من خیلی مخلصم. مرسی مرسی مرسی. خب پس الان نداری، فقط خواستی بیای بگی که صدات آواز خونده بودی. آره دیگه برم، دیگه برم عذیتت نکنم. باشه باشه باشه. البته امروز بچه من موبایل جدیدم رو خریدم، ولی دو سه روز طول میکشه دست من برسه. موبایلم که برسه خیلی چستر میشه، بهتر میشه از نظر امکاناتم. خب کسایی که اینو من بهتون بگم، بچه هایی که زنگ بزنن بدون هماهنگی زنگ بزنن از واتساپ، اونجا خونه خاله یا عمه نیستش که شما زنگ میزنید. خب همینطوری. خب موبایلشو با پولای مردم خریدی؟ آره درسته دیگه، مردم پول میدن من میخرم دیگه. باز پولای از کجا دارم یا من وقتی که پول میگیرم از پول که خودم چاپ نکردم که، بالاخره مردم پول میدن که من پولا رو میگم چیز میکنم دیگه. مردم پولای مردمه دیگه. اتفاقا امروز چقدر به من واریز کن، شما هم واریز کنید. آره خب بچه ببینید سوال تو عمرت مشروب نخوردی؟ چرا من مشروب خوردم و اینم نیستش که اصلا نخورم، جهگاه میخورم ولی به شدت خیلی خیلی کم، شاید یک گلو با اینا، اونم حالا توی
جایی که مثلا کلا مشروب تا حالا منو جذب نکرده به سمت خودش، ولی این در این حد که مثلا یه قلوبی بخورم یا کف آبجو مثلا یکی از دوستام داره میخوره من بگم کفشو بخورم در این حد. خب چون خودت از راز نداری ضربه خوردی، همه رو به این راز نداری تشویق میکنی؟ چون رازنامه از رازنداری به شدت استفاده بردم و اون رهایی خودم رازنداری رو هر کس از من بپرسه توصیه میکنم، ولی شما مجبور نیستید که قبول کنید شما رازدار باشید، ولی من از رازنداری به شدت لذت استفاده بردم و رهایی وجود خودم رو از رازنداری دارم. شما هستید که این سطحی بینیه که شما فکر میکنید ضربه میخورید. خب این از این رفت بالا، من پیام ها رو ندیدم. خب منم بیاری. بزرگترین ترست از زندگی که واقعا اذیتت میکنه چیه؟ بزرگترین ترست از زندگی که واقعا اذیتت میکنه، من بهش فکر نکردم. من در لحظه زندگی میکنم، ممکنه همین الان از این که قطع آبمون قطع بشه بترسم. مثلا من در لحظه زندگی میکنم، از الان به آینده فکر کنم آی اذیت میشم، آی مثلا یه روزی من بمیرم چی میشه، یه روزی شب اول قبل چی میشه، آی. یا مثلا پیر شدم پام شکست چی بشه، از الان بشنم برای آینده فکر کنم، بذارید اتفاق بیفته، بذارید اون هر چیزی که بعدم بترسیم دیگه، از الان بشینیم بترسیم ولی اتفاق میفته. ممکنه من هم آدم ترسوی هستم، برای همین ممکنه، ولی در لحظه ممکنه یه دفعه یه چیزی بشه مثلا بگم الان میترسم که مثلا من ترس های لحظه ایه. اتفاقا ترس چیز بدی نیست، ترس مکانیسم حمایتی آدمه. ترس باعث میشه که مثلا فرض کنید که امروز داشتم میرفتم تو قبر، تو همین قبرستون که پیاده روی میکردم و اینها، چون به بچه ها نتونستم برسم، اون گروهی که داشتیم، یعنی یه خانومی اشتباهی کرد برگشت به من گفت، اومدم بگم آه ما چهارشنبه های همچین برنامه داریم، برگشت گفتش امروز سه‌شنبه است. گفتم ای امروز سه‌شنبه است؟ گفت نه قطعا سه‌شنبه است. منم یه لحظه نه موبایل دستم بود نه چیزی، بعد گفتم نکنه سه‌شنبه است دیگه، وای نستادم اونجا، گفتم خب سه‌شنبه است دیگه، خودم برم پیاده روی کنم. حالا رفتم، منظورم اینه که رفتم یه سر اون دورو و فلان و اینا، بعد یه لحظه احساس کردم که یه حس ترس اومد، یه ترس کوچیکی اومد که بابا من الان اینجا هستم، هیچ که نیست و فلان نیست و بهمان اینا و کوچیز. خب مسیرم عوض کرد. پس ترس یه مکانیسم حمایتیه، ترسم رو اکسپ کردم، یه تو مسیرم رو تغییر دادم برگشتم. حالا بگم اذیتم کرد فلان کرد، نه، یه مکانیسم حمایتی آدم دیگه. تو فقط منفعت مالی برات مهمه؟ منفعت مالی هم برات مهمه، هم فقط نه، چون صدیقه گفت ببخش عذرخواهی کرد، نبخشیدی، ولی به محض اینکه گفت پول بلیتتو میدم بخشیدم. بله عذرخواهی از نظر من یک کلمه نیست که تو الان یک کلمه کلی تحویل بده به من، اینو مثلا استکان منو شکستی، حالا این شکست استکان نیست، اینو شکستی، بعد یه ساعت برای من تحویل بده، آی ببخش ببخش، معلومه نمیبخشم، معلومه نمیبخشم. ولی وقتی به کسی با من اینو جاش یکی میگیرم میارم برات میبخشم، کاملا طبیعیه. بخشش یک بار هم گفتم برای من یک عمله، یک کلمه نیست، برای همین نصف حرفت درسته خانم یلدا، درسته. بذاری ببینم چی تا حالا جریان محسن رو من امروزم گفتم،
بهتون همه رو گفتم، خیلی خلاصه براتون گفتم. محسن در رابطه با لایوی که برای من میذاره از طرف شرکتش براش مسئله پیش میاد، بعدش بهش میگن که تو اجازه نداری که دیگه، چون دیگه از این سوشیال مدیا استفاده کن، نیستش، حالا دیگه جواب نداره. از منم هیچ وقت نخواست لایو رو پاک کنم، از منم نخواست، همیشه هم تا اینجام که رابطه من خوب بوده. حالا منم اصراری بهش ندارم که با من حتما در ارتباط باشه، من رابطه رو آزاد میذارم. خب این در رابطه با محسن. دیگه چقدر میخواییم بپرسیم؟ پیجش هم دیاکتیو کرد، تمام دیگه، چند بار بگیم بهتون؟ خب یکی پرسید که بخشش دل میخواد. بخشش ما دل نداریم، اینم به شما بگم، من کسی بگه ببخشید فقط ببخشیدش با عمل. خب نگید مجبورید مگه بگید ببخشید، میگید من قبول نمی کنم، اینم از این. حالا ما رو هم بیدل بدونید، بدونه هر جور که دوست دارید بدونید. فقط کسانی که میخوام بیان بگم ببخشید بدونن سیستم من. از آیندت و پیری نمیترسی؟ اولا که من الان به مرحله سن مسن بودن رسیدم، به هیچ عنوان نه تنها نمیترسم که خیلی هم خوشم دارم میاد، هر چقدرم سنم داره میگذره از زندگی بیشتر لذت میبرم. الان که نگاه میکنم میبینم الان من خیلی بهتر از 40 سالگیمه، مطمئنم آینده و 80 سالگی من بهتر از 60 سالگی خواهد بود. پس نه فقط نمیترسم، بلکه با تمام وجود استقبال میکنم، خوشحالم، چون که الان دارم میبینم من الان حاضر نیستم به 20 سالگیم برگردم، حاضر نیستم به 30 سالگیم برگردم، حاضر نیستم به 1 ماه پیش برگردم، ولی به سوی آینده دارم میرم با زیبایی، با عشق، با احساس قشنگ، چون دارم میبینم هر چقدر که میرم به سمت جلو بهتر و بهتر و لذت زندگی بیشتر میشه. پس اینم جواب میشه. من نمیتونم جواب بدم چه کار کنم تو خودم میریزم. خب دیگه یه زمانی لبریز میشه، دیگه یاد میگیری که حرفتو که بزنی چقدر رها میشی، رازنداری رو شیوه خودت میکنی، لذت میبری از این، از اینکه هر چی تو دلت هست، احساست هست میگی و خودت رو بیشتر از دیگرون دوست داری، چون به خودت تو خودت میریزی به خاطر اینکه از داوری ها میترسی، ولی وقتی خودتو دوست داشته باشی دیگه میگی برام مهم نیست، همه یه طرف ایمه. الان این همه آدم به من حرف نمیزنن، میاید یه کلمه بهتون یاد میدم، اینا خوشحال باشی، این همه آدم هایی که میان ما رو به ویوی ما رو هم بالا میبرن. مرسی صمیمانه از شما تشکر میکنم، هر زری هم که میزنن یه سری بزنم، اجازه دارید. خب نماز زیبا چه کار کنم؟ دخترم خدا پرست نباشه، شوهرم هست خونه، میگه بگو بسم الله، بگو خدا. اولا تو کاری به این نباش، نداشته باش که کسی خدا پرست باشه، شیطان پرست باشه، بیدین باشه، کافر باشه، تو فکر خودت باش. شوهرت که به اون میگه بسم الله بگو فلان و اینها، خب این شوهرت هم انقدر شعورش پایینه که داره تحمیل میکنه دیگه. خب حداقل تو روش شوهرت رو ادامه نده، به دخترت بگو که میخوای گوش بدی برو بگو بسم. وقتی استقلال رو کسی یاد بگیره متوجه میشه، بی نیاز میشه. چرا ما انقدر متوسل به کسای دیگه میشه؟ چرا انقدر متوسل به، چون تو مثلا الان تو مشکل مالی پیدا کردی از خدا میخواد، خدا مگه پول صادر کننده پوله؟ خدا مگه صادر کننده درآمدته؟ مشکل با شوهرت پیدا کردی رفتی باره خدا، یا مشکل من
بابا مشکل با این آدم داری، برو مشکلت حل کن. مشکلات ما یه مشکلات عینیه، پس ما مشکلات ما در زمینه واقعی خودشون حل کنیم. حالا تو این میخوای بگه خداپرست نباشی، بلش کن، بذار اصلا تحت تاثیر شوهرت قرار بگیری. الان من حرفمو میزنم، این همه آدما میرن بر ضد من صحبت میکنن، میگم برید تحت تاثیر اینو قرار بگیری، برید بفرمایید، بگو شوهرت اصلا بره تمام این چیزا رو بگه. این همه بسم الله و یا حسین و محسن فلان اینا گفتن تاثیر گذاشته. اتفاقا جمهوری اسلامی یکی از این کسایی که اومدن در تاریخ باید می اومدن تا مردم به ماهیت دین و مذهب اینا پی ببرن. اونم از حالا تو نقش اونو کار شوهرت رو مثل شوهرت عمل نکن. زیبا جان در مورد پستی که گذاشته بودی برای منت گذاشتن در مورد اون بیشتر توضیح بدید. ببینید که اگر کاری که شما میخواییم بکنید برای خودتون باشه، فکراتون رو بکنید. من الان میخوام این یه چیز کوچولوی یه شالای شکلات الان دارم دست میخوام برای تو بدم، فکرم رو بکنم برای چی دارم به تو میدم، در مقابلش چی میگیرم. وقتی حسابی سر تعامل بکنم، میخوام برم مثلا فرض کنید یه غذایی برای تو درست کنم، ببینم آیا خودم دوست دارم از غذا درست کردم برای تو، یا این که میخوام آخه مهمون اومد زشته بده فلان بهمان، این کارا رو ول کن. اول ببین دوست داری این کار رو بکنی؟ وقتی دوست داشتی بعد میگی این کار من برای خودم کردم، غذایی که خواستم درست کنم برای خودم درست کردم، با عشق برای تو درست کردم، ولی با خواسته خودم بوده. در واقع اول خودم رو در نظر گرفتم. اینجا دیگه منت نمیزه. میدونی من به پای تو موندم، من به پای تو، میدونی چه زحمت تو کشیدم، میدونی چقدر برای تو غذا درست کردم. اون درست نمی کرد. موقعی غذا درست کن که دوست داری، موقعی من آخه بچه همی باید باید ها رو بردار، نباید ها رو بردار، عشق رو جای گزین کن، با احساس قشنگ این کار رو بکن. بعد وقتی که این کار رو میکنی میگی بر دل خودم کرد، بر دل خودم کرد، دیگه منتی نمیذاری. به پای تو موندم، 15 سال فلان کردم، نمیدونم اینقدر برای شیر دیدم به اینقدر نمیدونم چی چی زر تا زر تا زر و زر و زر و زر و زر و زر و زر زیادی که میزنم سر همین هست که خوشو فدا کرده، میخواست فدا نکن. از اول عشقت رو در نظر بگیر، خودت رو در نظر بگیر، بعد یه کاری بکن، دیگه منت هم نمیذاری برای کسی دیگه. برای همه من گفتم هر کس از منم حتی سوء استفاده کرد، نوش جونش، نوش جونش، چون از من زرنگتر بود دیگه، من باید به تو این رابطه فکر کنم. آقا من با تو سکس کردم، چرا با من زندگی نمی کنی؟ چرا میری؟ یه سال بعد منو ترک کردی، میخوام انتقام ازت بگیرم. ترک کردی که کردی، بفهم برو. اگه من توی این مدت یه ماه دو ماه یه سال با تو بودم دلم میخواست بمونم، دل تو نمیخواد، میخوای بری برو. برای خودت ارزش قائل شو. اینم از این منت. من تا حالا دوست پسر نداشتم تا آخر، اشکال داره تا آخر اون مجرد بمونم؟ اصلا اشکال خوب و بدی رو خود آدم تعیین میکنه. دوست داری اصلا مجرد باشی، چرا بایستی حتما ازدواج کنی؟ اصلا ازدواج که جز به جهالت بشرین که این چیست، چرا باید حتما با یک کسی حتی باشی؟ دوست داری تنها باشی؟ باش. دوست داری با یه کسی باشی؟ باش. دوست داری با 10 نفر باشی؟ باش. پس اصالت رو بده به دوست داشتن خودت، نه که اشکال داره. حالا زیبا ناوک بگه اشکال داره تو انجام میدی؟
اشکالش رفع میکنی. نه، زیبا ناوک اصالت نداره. اصالت اون احساس درونی خودته. حرف زیبا ناوک رو بشنو ولی تصمیم خودت بگیر. تا آخر عمرم، برای آخر عمرت هم تصمیم نمیخواد بگیری، برای حالت تصمیم بگیر. تا آخر عمرم میخوام بمونم. سنگ بزرگ علامت نزدن. من فعلا نمیخوام با کسی باشم. برای آینده، در آینده تصمیم میگیرم. شاید یه مدت، یه ماه دیگه. مگه میخوای به خودت قول بدی؟ چرته، اینایی که قول دادن با کفن و نمیدونم فلان و لباس عروسی برن چقدر موندن رو حرفشون، چرت بود دیگه. چون برای آینده تصمیم گرفتن که خودشون نمیتونستن در نظر بگیرن، نمیتونستن تصمیم بگیرن، اشتباه کردن. پس برای حال تصمیم بگیر، به آینده هم بگو در آینده، در آینده تصمیم میگیرم. حالا شاید از یکی خوشم اومد میرم، دوباره از یکی دیگه خوشم اومد. این کسی، این خانومی که مثلا فرض کن 10 نفر خوشش اومد، بگیره، خوشش بیاد، اصلا همزمان خوشت بیاد، اصلا خوشت نیاد. پس اصالت با احساس خودت. این هم هست. تا حالا سیگار کشیدی؟ نه. و از سیگارم متنفر هستم و جایی هم که سیگار باشه، حتی بوده سخنرانی، جاهایی گفتم نمیرم. من فضای سیگاری رو وارد نمیشم. مادر شوهرم خیلی اذیتم میکنه. خب تو خودت ببین، تو هستی که اجازه میدی که اذیتت کنه. میخوای بیان بری مادر شوهرتو بزنی؟ چرا یه کنه که اصلا پانیمانی رو اذیت میکنی؟ تو رو خدا اذیتش نکنین، دختر بیچاره است، کسی رو نداره اذیتش نکنی. میخوای اینجوری بگی؟ خودتو قوی کن. کسی که میاد به تو یه برخوردی میکنه، تحمیلی میکنه، با نمی کنم. مادر شوهرمی، شوهرمی، مادرمی، هر چیز نمیخوام. اجازه خودت هستی که اجازه میدی به کسی تو رو اذیتت کنه. وقتی همچه مسئله پیش اومد، محیط رو ترک کن. خوشم نمیاد از جملات تو بشنوم. عامل اصلی، عامل درونی، نه عامل بیرونی. این ما هستیم که اجازه میدیم که کسی با ما چجوری رفتار کنه. پس برگرد به ضعف درونی خودت، نه مادر شوهرت. دلت تنگ شده برای واسه ایران؟ من اصلا سوال هاست که اصلا کلمه دلتنگی برای من مفهوم نداره. سما برای هیچی بگم دلم تنگ شد، وای قرمه سبزی بخوام، وای شمال، آی مامانم، آی غذای فلان، آی این. نه بابا، چه دلتنگ؟ دلتنگی بی مفهومه، سالهای سال بی مفهومه برای من. مفهوم نداره برای من، برای که من در جایی که لذت میبرم ازش، خوش هستم، اونجا برای منه. من اینجا رو دوست دارم. فردایی که رفتم مثلا فرض کنم سوئد، که حالا امروز صحبت کردم با رویا که برای سوئد و نروژ برنامه ریزی کنم، و چون از قبل من برنامه ریزی میکنم، خب اون موقع که اونجا رفتم، اونجا از الان بگم دلم برای، نه دل من برای کسی تنگ نمیشه، نشده. حالا شاید در آینده شدم، آینده نمیدونم. نه دلم تنگ میشه، نه اینکه وای ایران، 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 ایران چیه بابا؟ ایران چیه؟ ایران، من جایی که خوشم اون برای من هست. حالا چون ایرانی ها مخاطب منم، به خاطر اینکه من از ایران اومدم، زبانم، روابطم اونجاست. وگرنه روابط دیگه ای رو پیدا بکنم، اون روابط برای من هست. وگرنه خاک ایران چیه؟ گربه مثلا، پرچم، خاک، مثلا آذربایجان، ملیت، زبان، اتور. بابا اتور، سوالهای سوالی که اینا برای من بیمفهومه. زیبا چی شد که خدا ترس شدی؟ خدا ترس؟ نه، خدا ترس شده.
ما که با خدا کاری نداریم. حالا اگر کسی بیاد ما رو به ترسونه، من خدا هستم. ما هر وقت ترسیدم بهتون میگیم. فعلا که نمیدونم جملت معنیش. ما با کسانی که غیر واقعی هستن برای من. هر وقت خدا مثل شما اومد با من یک کامنت داد، نشست صحبت کرد، چای خورد، خواست ما رو ببوسه، بعد یه رابطه یه واقعی پیدا کرد، اون موقع ما میگیم که بله شما وجود دارید. نه الان من بشینم کجا؟ اون ابرا، اون آسمان، این کجا؟ چی رو بگم؟ هپرو تو من چیز کنم؟ برای من مفهوم نه. حالا میخوایم به زور بگم که چرا قبول ندارم؟ خب من اصلا برای واقعی نیست، برای من واقعی نیست، وجود نه. حسی ندارم بهش، حسی ندارم بهش. نماز دنیای بعد از مرگ رو قبول دارم. خب دنیای بعد از مرگ، من دنیای بعد از مرگ معلومه قبول دارم دیگه. من میمیرم تبدیل میشم به خاک، دریا، آب، اینا تبدیل میشه به من، من تبدیل میشم به این دنیای بهشت و جهنم و فلان اینجور چیزا رو من قبول ندارم. اینایی که بشینی اونجا دد 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 حالا بیا اینجا فلان بهمون، اینا رو قبول ندارم. من معلومه میمیرم، مرگ یک پدیده کاملا واقعی طبیعی به زندگی تعلق داره. من میمیرم و تبدیل میشم به موجودات دیگه، موجودات دیگه تبدیل میشم به من. همین الان هم این اتفاق میفته. من امروز میرم موامو میشورم، موام میره، موام میره اینجا، پوستم تغییر میکنه، پوستم میریزه، ناخونم، ناخونم رو میگیرم میره، اینم منم دیگه. این ناخن من کجا میره؟ میره تو طبیعت. خون میدم، خون اهدا کردم، خون من میره به جای دیگه. وقتی که مردم بدن من تبدیل تغییر میکنه. پس به زندگی بعد از مرگ خودم اعتقاد دارم دیگه. یعنی چی اعتقاد دارم؟ یعنی تبدیل میشم میرم دیگه. مگه مرده رو نمیبینه تبدیل میشم به خاک و فلانه؟ نه، شما میخواین بگین که جنی میاد، عجزب انجزهی میاد، آیو دا 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 دا. ما اینا رو، من اینا رو قبول ندارم. شما قبول دارید داشته باشید، بترسید باشید از شب اول قبر رو، اینا بترسید از این که نمیدونم این چیز رو. اونم شب اول قبر اگر کسی اومد سراغ ما میگیم سلام بفرمایید، خواهش میکنم یه چایی هم بیارید ما هم بشینیم بخوریم، و اگر یه همچین چیزایی هست عذاب و فلان اینا رو میخواد بگید دیگه. ای یک ساعت تموم شد بچه ها، بس دیگه یک ساعت. این خانمه هم که گذاشته بوده، ما بیاین علی آهنگشو بذاریم یه ذره برقصیم. این خانمه کی بود به ما دستور داده؟ شب اول قبل با انچیر منچیر میرن. بلدی بلدی کار تو،